درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این بخش از برنامه شما همراهان گرامی شنونده برنامه امروز چه روزیه خواهید بود. هر انسانی عطر خاصی داره، اما بعضی از آدم ها عجیب بوی خداوند رو میدن، مثل مادر. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. با درود و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز، خوشحالیم که در برنامه امروز چه روزیه با یه ویژه برنامه به مناسبت روز مادر میهمان جمع خوب و صمیمی شما در خونه هاتون هستیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. شهر حالا هوای دیگه ای داشت. شیرینی فروشی ها، روسری فروشی ها و از همه مهمتر گل فروشی ها خیلی شلوغ بودن. همه در حال خرید بودن. دستام تو جیبم بود و تو خیابون قدم می زدم. هوا هم ابری بود و انگار آسمون هم مثل من دلش گرفته بود. بغض کرده بود اما نمی بارید. به زور خودشو نگه داشته بود. چند تا خیابون رو پشت سر گذاشتم. اونقدر فکرم مشغول بود که اصلا نفهمیدم کجام. برای یه لحظه سرمو بالا آوردم و متوجه شدم که جلوی یه گل فروشی ایستادم. چه گلهای زیبای بیرون مغازه بودن و چقدر زیبا تزیین شده بودن. یه کم این پا اون پا کردم ولی بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم و وارد مغازه شدم. مردی حدود 37 ساله به همراه یه پسر کوچولو تو مغازه بودن. منتظر شدم تا سفارش اونها آماده بشه. خانم مغازه دار در حالی که دست گلی رو که تزیین کرده بود به دست مرد میداد گفت: امیدوارم خوشتون بیاد. پسر بچه با ذوقی فراوون دست گل رو از پدرش گرفت و گفت: حتما مامان خوشش میاد، مگه نه؟ و پدر در حالی که پول رو پرداخت میکرد با حرکت سر حرف پسرش رو تایید کرد و از مغازه خارج شدن. خانم مغازه دار که حدوداً 60 ساله به نظر می اومد رو به من کرد و گفت: خب بفرمایید، شما چه جور گلی در نظر دارید؟ من نگاهی بهشون کردم و گفتم: حقیقتش چیز خاصی در نظر ندارم، میشه شما راهنماییم کنید؟ به نظر شما چه جور دسته گلی برای مادرم بگیرم؟ خانم گل فروش گفت: خب بستگی داره که مادرتون چه جور گلی رو دوست دارن. گفتم: حقیقتش هیچ وقت ازش نپرسیدم. شما خودتون چه جور گلی دوست دارید؟ پسرتون براتون چه جور گلی میخره؟ زن با اندوهی که از صداش معلوم بود گفت: عزیزم متاسفانه من هیچ وقت مادر نشدم و هرگز پسری نداشتم که روز مادر برام گل بخره. گفتم: ولی به هر حال خودتون حتما گلی رو در نظر دارید که دوست داشته باشید. برقی توی چشمای زن اومد و گفت: البته من آرزوم بود که اگه روزی پسر داشتم برام چند تا شاخه گل مریم به همراه چند تا روز که خیلی قشنگ تزیین شده باشه و یه یادداشت کوچیک که روش نوشته شده باشه چقدر دوستم داره بهم هدیه بده، که البته فقط یه آرزوه. گفتم: ممنونم از راهنماییتون، لطفاً منم چند تا شاخه گل مریم با چند تا روز قرمز که خیلی زیبا تزیین شده باشه میخوام. خانم گل فروش گفت: با کمال میل حتماً. و شروع کرد به درست کردن دست گل و تا جایی که میتونست زیبا تزیینش کرد. ازم پرسید: روی کارت تبریک چی میخوای بنویسی؟ کارت رو ازش گرفتم و نوشتم: تقدیم به بهترین مادر دنیا، روز مادر مبارک، و بهشون دادم. ایشون هم دست گل رو به سمت من دراز کرد و گفت: مطمئنم مادرتون با دیدن این دست گل خوشحال میشه و به داشتن پسری مثل شما افتخار میکنه.
پول دست گل رو دادم و با لبخندی از خانم گل فروش تشکر و خدافظی کردم. چند قدم اون طرفتر پسر سر چهار را شیشه ماشینا رو پاک میکرد. صداش کردم و یه اسکناس گذاشتم کف دستش و گفتم لطفاً اینا ببر بده به اون خانم گل فروش. پسرک گفت اون که خودش گل میفروشه. گفتم اما این گل واسه خودشه. پسرک گل رو گرفت و رفت سمت مغازه و من از این طرف خیابون نگاش میکردم. وقتی خنده و عشق زن گل فروش رو با هم دیدم، حس عجیبی بین غم و شادی، بین رضایت و تأسف در من به وجود اومد. همین لحظه هم بغض آسمون ترکید. یقه کتم رو بالا دادم و دست در جیب به سمت قبرستون شهر حرکت کردم. آخه مادرم اونجا منتظرم بود. با خودم فکر کردم چرا هیچ وقت از مادرم نپرسیدم چه گلی دوست داره. بارون جوری میبارید که گرمی اشکای روی صورتم رو احساس نمی کرد. چرا بخونم خاموش این شب، کجایی مادر خوبم، کجایی کجایی تا کشید دست محبت، چو طفلا بر سر و رویم، کجایی کجایی مادر خوبم، کجایی 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 یار محبوبم، کجایی کجایی. شنونده های عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها لذت برده باشید. با ما همراه باشید. مادر صفا تو قربون، شوق نگاه تو قربون، وقتی صدا می کنی زنگ صدا تو قربون، کم نشه سایت از سرم، الهی قربونت برم، الهی قربونت برم، اونی که فدات میشه منم، ای همه جان و تنم، مگه ازت دل میکنم. این که میگن توی زندگی هر مردی 4 زن تأثیرگذار و مهم وجود داره کاملا درسته. اولین زن مادرشه، زنی که با عشق و مهربونی وصف ناشدنی اون رو بزرگ میکنه و بهش راه و رسم درست زندگی کردن رو یاد میده. زن دوم خواهرشه که با اون غیرت و مردونگی رو یاد میگیره و بازی کردن و ارتباط با جمع و تجربه میکنه. زن سوم همسرشه، کسی که با اون عشق رو تجربه میکنه و همچنین همراه شدن و یکی شدن رو. و زن چهارم دخترشه که تمامی لطف و زیبایی های دنیا رو با اون تجربه میکنه. امیدوارم توی زندگی همه شما آقایون این 4 زن وجود داشته باشه. تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بذار دورت بگردم. تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر. کودکی از پدیده‌هایی که میشه تا آخر عمر مثل یک عضو از وجودت باقی بمونه. تا هر وقت هم یادش میفتی انگار که در غربت غذایی از دستپخت مادر داری که هر چند وقت یک بار گرمش میکنی و میخوری با همون طعم خونه و آشپزخونه مامان. هر عکس و هر شیء و مزه و بویی از اون دوران شاخه‌ای میشه برای پرواز کبوتر خیال به آسمان ساده و آبی اون روزهایی که در کنار مادر بودی. یادش بخیر عزیزان. اگر خاطرتون باشه در دبستان کتاب فارسی شعرهای بسیار زیادی رو خوندیم و حفظ کردیم. از صدای دلنشین معلم درس‌هایی رو یاد گرفتیم که هنوز با گذشت سال‌ها در یاد و حافظه ما باقی مونده. امروز متوجه شدیم که معلم‌ها
این خواسته رو داشتن که شعرها و مشقها در دفتر دلهای ما به یادگار بمونه و من میخوام این خاطره رو اینجا زنده کنم و براتون یک بار دیگه بخونم و شما هم با من همراهی کنید. ای مادر عزیز که جانم فدای تو، قربان مهربانی و لطف و صفای تو. هرگز نشد محبت یاران و دوستان هم پایه محبت و مهر و وفای تو. مهرت برون نمی رود از سینم که هست، این سینه خانه تو و این دل سرای تو. ای مادر عزیز که جان داده ای مرا، سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو. خوشنودی تو مایه خوشنودی من است، زیرا بود رضای خدا در رضای تو. گر بود اختیار جهانی به دست من، می ریختم تمام جهان را به پای تو. سلام به همگی و خوش اومدید به این قسمت ویژه از برنامه ما. امروز ما درباره یکی از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار توی زندگی صحبت می‌کنیم، مادران. مادر کلمه پر از معنی و عشق، نمادی از محبت بی‌پایان و قدرت. مادرها با تقدیم زندگی خودشون به فرزندانشون دنیایی رو می‌سازن که پر از عشق و امید و محبته. اونا با تربیت فرزندانی که با عزت نفس، خلاقیت و ارزش‌های اخلاقی بالا بزرگ میشن، به رشد جامعه کمک میکنن. توی این روز ویژه بیاین از تمام مادرانی که توی زندگیمون حضور داشتن و دارن تشکر کنیم. تشکر از مادرایی که ما رو با عشق پرورش دادن، مادرایی که ما رو به سمت رویاهامون هدایت کردن و مادرانی که همیشه از ما حمایت کردن. بیایید به یاد داشته باشیم عشق و قدردانی ما نسبت به مادرامون نباید محدود به یه روز از سال باشه. هر روز فرصتیه تا به مادرامون بگیم که چقدر اونها رو دوست داریم و چقدر قدردان زحماتشون هستیم. پس بیاین تو این روز حتی شده با یه پیام کوتاه بهشون قدردانیمون رو نشون بدیم و به همه مادران جهان تبریک بگیم. من هم به نوبه خودم به مادرم و همه مادرهای جهان این روز رو تبریک میگم و از خدا میخوام سهم هر روزتون شادی، آرامش و دلخوشی باشه. یه لغمه نون، یه کاسه ماست، یه دل خوش، یه حرف راست، یه مادر از تبار نور دار و ندارم همیناست. تو لحظه های تنهایی محرم راز من تویی، تو آج دل شکستگی تنها پناه من تویی. در ادامه از شما عزیزان دعوت میکنم برای شنیدن پیام های تبریک روز مادر که شما عزیزان شنونده برای ما ارسال کردید. با ما همراه باشید. مامان جونم، تو زیباترین هدیه دنیا برای منی. این همه عشق، صبوری و فداکاریت باعث شگفتی منه و همیشه الهام بخش روزای سختم بوده. مامان عزیزم، تو با ارزشترین دارایی من توی این دنیایی. حضورت باعث آرامش و قوت قلبم و برای وجود نازنینت شکر گذارم. این که میدونم تحت هر شرایطی کنارمی و ازم حمایت میکنی خیلی برام با ارزشه. مرسی که منو از عشقت لبریز میکنی. مامان مهربونم، خیلی خیلی دوستت دارم. روز مادر مبارک مامان خوشگلم. سلام. انسان هر چقدر هم سعی کنه که کار درست رو در زندگیش انجام بده،
محال به آرزوهاش برسه تا وقتی که مادرش از خدا بخواد. سلام مامان، روزت مبارک، امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشی. روز مادر مبارک. مادرم، عزیزترینم، دوستت دارم، مهربونم، عشقت پاک و مقدسه. خداوند توی قلب مهربونت جا داره و هیچ کسی مثل تو نیست. قربون اون نگاهت برم. به داشتنت افتخار میکنم و خدا رو شکر میکنم که میتونم هر روز از عشقت لبریز بشم و تو آغوش گرمت آرامش بگیرم. مامان عزیزتر از جانم، روزت مبارک. Ya da olmayı umduğum her şeyi melek anneme borçluyum. Biz sevgiden doğduk. Sevgi bizim annemizdir. Annenin gözlerinin içine baktığınızda bunun bu dünyada bulabileceğiniz en saf sevgi olduğunu anlarsınız. Anne başkalarının yerini alabilen kişidir. Ama onun yerini kim sağlamaz? Seni çok seviyorum. Benim için çok kıymetlisin anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. قشنگم، مامان خوشگلم، روزت مبارک باشه، دوستت دارم. برای تمام محبت هایی که به من کردی تو زندگیم ازت ممنونم. از خدا برات سلامتی میخوام مادر خوبا، خدا حفظت کنه. مرسی، قربونت برم مامان. Aşkım, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum bir tanem. İyi ki varsın. Sen benim her şeyimsin, yaşama sebebimsin. Seni çok seviyorum balım. این که گل شمدونی رو جونم صدا میزنم دست خودم نیست. همیشه فکر میکنم که گلها رو تو به دنیا آوردی. به گلهای مریم و نرگس یا همین بنفشه و شبو نگاه کن. زیباییشون به تو رفته مامان جون. میگن مامانا مثل بوته نعنا میمونن که جهانو خوشبو میکنن. دستاشون بوی بهش میده و لالاییشون. یه روز میفهمی که لالاییشون زیباترین آهنگ جهان بوده. خلاصه مامان که داشته باشی همه چی خوبه. مامان که داشته باشی پشتت قرصه. آخه ما تو این دنیا دو تا بال داریم، یه بال خدا، یه بال دعای مادر. مادرم، چشمه احساس تویی، عطر خوش بوی گل یاس تویی. عشق با چشم تو معنا دارد، در دو چشم تو خدا جا دارد. سلام مامان، خوبی؟ مامان شهلای گلم، عزیز دلم، بهترین مادر دنیا، بهترین، نمونه ترین، فداکارترین و نازنین ترین مادر دنیا و باوقارترین مادر دنیا. روزت مبارک مامان. دلم برات خیلی تنگ شده. کاش میشد بغلت کنم، بوست کنم، سرمو بذارم تو شونت و اینجوری بهت روز مادر رو تبریک بگم، ولی فاصله خیلی زیاده مامان. اما از همین فاصله دور قلبم بهت نزدیکه.
دوست دارم. همیشه تو قلبم هستی، بودی و خواهی بود. دوست دارم. خدا رو شکر میکنم برای وجود پر از مهرت. خدا رو شکر میکنم که خداوند تو رو برای مادری من رقم زد. شکرت خداوند. دوست دارم مامان و روزت مبارک. مادر بی تو تنها و غریبم، اتاق خالیم بی تو چه سرده. مادر مادر خوب و قشنگم، بدون تو دل من پر درده. غذای خون بی بوی تو هیچه، صدای تو هنوز اینجا میپیچه. مادر مادر، هیچ کس نسوخت دلش برام اونجور که تو دل سوزمی. تویی که فقط دل واپس هر شب و هر روز منی. مادر چراغ خونمی، من بشکنم تو نشکنی، گل گل خونه ی دلم، الهی قربونت برم. آه مهربون خانم جونم، توی دوا و درمونم. بخندونم بگریونم، بخندونم بگریونم. تو تنها عاشقی که من تو هم نگی، من میدونم به کوری عشقت میمونم، به پای عشقت میمونم. میخوام که دیوونه بشم از عطر بوی پیرهنت. موهامو شونه کن برام، بنشون منو تو دامنت. گذاشتی عمر و جون تو به پای روزگار من. تو این دیار بی کسی تنها تو بودی یار من. به داد دل برس مادر، که داغ تو سوزوندتش، آهنگ یادگاری تو خون گریه کرد و خوندتش. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه امروز چه روزی همراه ما بودید سپاسگزاریم. شما میتونین نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898-98 و یا از طریق آدرس info@persianworldradio.com و همچنین وبسایت PersianWorldRadio.com برامون ارسال کنید. در جلالش کلامه
دقیقیست انجیل او، مژده سلامتی در قوت نام مسیح شود دور غم و اندوه، وانگه بخشد سرود سرود های شادمانی نعمت Oh,